نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، دوستان خوب ما، عزیزان فارسی زبان در هر کجا که هستید، دوستان در هر گوشه ای از این جهان زیبای خداوند که هستید و بیننده برنامه خودتون، برنامه زنده روشن از تلویزیون جهانی هادی. انشالله که همیشه صحتمند و سلامت باشین. بسیار بسیار تشکر میکنم که باز هم ما را قابل دیدید و برنامه خودتون رو انتخاب کردید برای نگاه کردن. انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. اما دوستان عزیز، امروز 26 میزان 1402 هست. در این روزهای زیبای پاییزی آرزوی ما برای شما صحتمندی و سلامت و خوشی است. انشاءالله مهمان ما همچون دیگر روزهای چهارشنبه کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده است. اجازه بدین سلامی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان خوبی برنامه. انشاءالله هر جایی که هستین جور صحتمند باشین. خدا رو شکر میکنم با یک عنوان جدید در خدمت شما هستیم. تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار. اما بینندگان عزیز، در همین ابتدای برنامه هستیم. شماره تماس برنامه زیر نویس میشه، فراموش نمیکنید. از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال در مورد موضوعی که امروز در برنامه مطرح میشه و یا دیگه موضوعاتی که در برنامه مختلف روشنا مطرح میشه دارید، اگر پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید، میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید. نظرات خودتون را برای از ما بمانید و همچنان ما را بسیار خوشحال بکنید و نظرات زیبایی که برای ما میفرستید. موضوعی که امروز کارشناس محترم در مورد او صحبت میکنم، مسئله و معضل طلاق هست که یک دلنگرانی است که در بین بعضی از خانواده ها وجود داره. اجازه بدین که از خود کارشناس محترم پرسان بکنیم که در چه زمینه ای در مورد موضوع میخوان صحبت بکنن. در خدمت شما هستیم. عنوان برنامه جدید ما در مورد طلاق هست، پیامدهای طلاق، علتهای طلاق و آسیبهای روانی و اجتماعی که طلاق به وجود میاره. خب همطور که دوستای عزیز که قبلا بیننده به برنامه بودن اطلاع دارن که بیشتر بحثای ما در مورد فرزند، کودکان و والدین بوده، مسئله تربیتی بوده. خب طلاق هم یک پدیده و یک واقعیت اجتماعی است که اولین تاثیر خود در خانواده روی فرزندان و والدین میگذاره و منجر به آسیب‌های اجتماعی و روانی میشه. این یعنی در واقع یکی از زمینه‌های آسیب‌های بله. تربیتی طلاق است. طلاق میتونه باشه و که بسیار جدی است و یک واقعیتی هست که در جوامع وجود داره و در جامعه ما هم مستثنا نیست و از این واقعیت و هست. و اما اینکه طلاق چی هست و به چه معنی هست؟ طلاق ببینین در لغت به معنی باز کردن گره، به معنی رها کردن یک گره هست که باز میشه. در زندگی زناشویی طلاق به معنی از هم پاشیدن یک زندگی است. زندگی که با عشق و علاقه شکل گرفته رها میشه، پوشیده میشه. نقطه مقابل عقد ازدواج است. دو نفر تصمیم میگیرن ازدواج کنن، یک زمان دیگه می دو نفر مخالفت بله. و آغاز شروع رنج و عذاب هست که میتونه برای خود دو طرف و اگر فرزندی داشته باشه بر اونا وارد کنه. خب حالا یک واقعیت اجتماعی سی گفتیم که بسیار الان روبه رشد هست، مخصوصا در کشورهای توسعه یافته. خب طلاق بسیار آمار طلاق بالا هست در کشورهای در حال توسعه، هم همینچنین در حال بالا رفتن آمار هستیم و در کشورهای و جامعه سنتی مثل جامعه ما هم این رقم در حال افزایش است. خب اولین آسیبی که طلاق میتونه برسانه به خانواده است، چرا که خانواده امن‌ترین نهاد اجتماعی است، کوچکترین، امن‌ترین، سالم‌ترین معمن و معوای بشر خانواده است. خب وقتی که خانواده، کانون گرم خانواده مورد آسیب قرار میگیره به خاطر پدیده‌ای به نام طلاق، قطعاً وقتی خانواده از هم پاشیده شده فرزندان او اولین کسانی هستند که دچار این آسیب ها میشن. چیزی که به ذهن من میرسه است، خب عموما وقتی طلاق اتفاق میفته که آسیب های قبلی در خانواده وجود دارن، ما نمیبینیم که مثلا یک خانواده خوش و خرم کنار هم زندگی بکنن، هیچ مشکلی هم نداشته باشن، باز یک دفعه پدر یا مادر بگه که من میخوام که حتما طلاق اتفاق بیفته. خب در واقع یک راهکار برای رها شدن از آسیب های قبلی که در خانواده وجود داره چرا در مبحث انواع طلاق باید میپردازیم که گاهی وقتا آسیب ها متوجه است ولی طلاق رسمی صورت
نگرفته. و اگر ما یعنی ممکنه طلاق داشته باشیم که رسمی نباشه. بله انشاءالله در ادامه بحث میپردازیم. و ما اینکه حالا اگر طلاق گفتیم که اول که در خانواده آسیب میرسونه، بعد از اون در اجتماع آسیب میرسونه، خب چی رقم شاید کسی متوجه نباشه که چگونه طلاق موجب آسیب در اجتماع میشه. به دو رقم میتونه طلاق به اجتماع آسیب برسونه. اول اینکه لحاظ جمعیتی یک ما بررسی کنیم، لحاظ کمیت میتونه تاثیرگذار باشه. خب ببینید خانواده خب یک معمن که سالم هست و لحاظ عرفی و شرعی شکل گرفته برای تولید مثل فرزندان. درست. خب وقتی که این خانواده دچار آسیب باشه، از هم پاشیده شده، خب ما اون مرکز اصلی تولید مثلی در خانواده که سالم ترین مرکز هست رو از دست میدهیم. بله. پس بنابراین خانواده این نیست که بخواد باز فرزندانی باشه. پس از این لحاظ لازم کمیت تاثیرگذار است بر جمعیت یک جامعه. لحاظ کیفیت هم باز تاثیرگذار. چه رقم؟ خب فرزندانی که باز مانده از طلاق هستن، خانواده که از هم پاشیده و دارای فرزند هستن، خب این رقم فرزندان معمولا اون آسایش روحی و روانی کامل رو ندارن، یعنی از یک سلامت روانی کافی برخوردار نیستن. پس بنابراین طلاق هم بر خانواده تاثیرگذار است و پیامدهای منفی و به خانواده میرسه در درجه اول، و در درجه دوم متوجه جامعه میشه و پیامدها و آسیب‌های اجتماعی را متوجه جامعه میکنه. درست. خب از این مبحث که بگذاریم، باز هم گفتیم متاسفانه در کشور ما هم که یک جامعه سنتی است، ما الان افزایش طلاق آمار 25% رو در 3 سال اخیر ما داشتیم نسبت به سالهای گذشته. منظور طلاق رسمی. طلاق رسمی گفتی که ما میزنیم مال سرم طلاق رسمی هست که چیزی که ثبت میشه، چیزی که آمار یک جامعه میگه که به چه مقدار هست. خب افزایش طلاق در افغانستان چون یک جامعه سنتی هست نسبتاً خب چشمگیره، چون در قبل شاید رقم نبوده. خب چه عواملی باعث طلاق میشه در جامعه سنتی کشور ما؟ عواملی که بیشتر ذکر شده میتونه اعتیاد مردان باشه، ندادن نفقه باشه، میتونه ازدواج های اجباری باشه، میتونه مخصوصا خشونت علیه زنان بسیار هست که میتونه عامل باشه. و یکی دیگر این که دخالت اطرافیان در جامعه ما خب بسیار رواج داره، چون خانواده ها به صورت گسترده زندگی میکنه، امرای خب خانواده های چند برادر با هم زندگی میکنه و یا همراه پدر کلان مادر کلان زندگی میکنه، و این منجر میشه گاهی وقتها خب حریم ها شکسته میشه و دخالت های بی جا در زندگی یکدیگر زیاد میشه و همین هم منجر به طلاق میشه. البته بیشتر درخواست های طلاق در افغانستان از سوی زنان مطرح شده تا مردان، چون بستگی داره به قوانین هر کشور که در افغانستان تفریق میگه اون چیزی که زن درخواست میده برای طلاق، و این آمارش بالاتر هست که خب چیزی هست که در جامعه دیگه هم وجود داره و در جامعه ما هم خب به خاطر اون بافت سنتی که داشته، و گرچه که شاید نسل‌های قبلی ما هم این مشکلات رو داشته قبلا، ولی خب تحمل میکرده یا به زبان نمیورده و یا از حقوق خود آگاهی نداشته، و کم کم که خب بر اثر ارتباطات و این دنیای تکنولوژی کم کم با حقوق خود آشنا میشه زنان، خب معمولا این حق طلبی بیشتر مطرح میشه و بالاخره پیامدهایی را داره از این لحاظ. درست. خب ببینین اصولا ما خانواده رو پیدا نمیتونیم بگیم که 100% مشکل نداره یا 100% آرامش به سر میبره و هیچ گونه اختلافی نداره که منجر به طلاق. هر خانواده مشکلات به خود مخصوص به خود داره. چرا طبیعی. که وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنه، پیوند زندگی رو شروع میکنه، از دو فرهنگ، از دو تربیت، از دو پیشینه خانوادگی متفاوت کنار هم قرار میگیره که هر کدام سلیقه مخصوص به خود داره، شخصیت مخصوص به خود داره و مفکوره و اون آرا و نظر مخصوص به خود داره. خب وقتی که وارد زندگی مشترک میشه، اگر هر کس مفکوری خود بمانه و هر کس اون نظر خود غالب کنه و هر کس رأی خود غالب کنه، خب قطعا این زندگی دچار تشنج میشه، دچار مشکل میشه، تعادل این زندگی برهم میخوره. پس بنابراین اگر زن و مرد به این رشد و آگاهی فکری و روانی رسیده باشه که وقتی
با هم پیوند میکنیم. وقتی که وارد زیر یک سقف زندگی میکنیم دیگه منی وجود نداره، ما هستیم و باید کمرنگ کنه او آرا و سلیقای خود و با تفاهم زندگی کنه، سعی کنه که اختلاف نظر یکدیگر را بپذیره و در سایه تفاهم و با عقل و منطق را حل کنن، نه اینکه لجبازانه مثل بچه خورد ولی هر کس نظر خود بگویه. و خب این رقم خانواده متاسفانه کم کم جر و بحث ادامه پیدا میکنه و اختلافات کلانتر میشه. فکر نمیکنه طلاق امروز که در خانواده افغانستانی گسترش پیدا کرده بیشتر از یک نشان دهنده یک امر منفی باشه، نشان دهنده ای باشه که خانواده ها با سمت آگاهی پیش میرن، همونطور شما فرمودید بله. مثلا به حقوق خودشون آگاه میشن، پس تصمیم میگیرن در جایی که خب ادامه این روند در کنار همدیگه برای از ما دو نفر ممکن نیست به هر دلیل. بله، این دو مسئله میرسونه. ببینید این مشکلات، آسیب ها و ظلم ها و خشونت هایی که بر زنان وارد شده در جامعه سنتی، کلا جامعه جوامع سنتی و مخصوصا کشور ما کم یکی از اوناست، خب بوده، یعنی از گذشته وجود داشته. بله. و اینکه چرا آمار طلاق پایین بوده، به خاطر که مطرح نشده، زنی از حقوق خودش دفاع نکرده، آگاهی نداشته، سواد نداشته و یا رسانه‌هایی مثل الان وجود نداشته که بفهمه در دنیا چی خبر است و این حق من است و من از این حق خود تا الان خبر نداشتم، مطالبه نکردم و اینکه بر من ظلم شده. و این آگاهی‌هایی که امروز به وجود آمده به کمک این عصر تکنولوژی و این باعث میشه که یک تحول در خانواده صورت بگیره و سیر تحول خانواده خب می‌بینیم که از سمت سنتی به سمت دنیای مدرن در حال حرکت هست و همین منجر میشه که خب ناخودآگاه یا آمار طلاق را به خود داره که بالاتر میره. درسته. خانم علیزاده اجازه میدین یک میون برنامه را ببینیم انشالله. بینندگان عزیز و محترم، اگر شما کدام سوال دارید و یا کدام تجربه‌ای دارید که میخواید که با ما با اشتراک بگذارید، از طریق شماره تماسی که زیر نویس میشه حتما میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام همین الان هم با ما در ارتباط شوید و نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. بعد از میون برنامه برمیگردیم. بینندگان عزیز و محترم در خدمت شما هستیم. برنامه خودتان، برنامه زنده روشن و یک سلام هم به عزیزانی که نو به جمع ما پیوستن. بحث امروز ما در مورد معضل و مسئله طلاق در خانواده هست که متاسفانه در سالهای اخیر بین مردم ما هم نسبتاً شیوع بیشتری پیدا کرده و به ویژه کسانی که شاید احتمالا در کشورهای دیگه زندگی میکنن، به کشورهای دیگه مهاجرت کردن، بیشتر با این پدیده مواجه هستند و چالش های زیادتری هم در همین زمینه دارن. عزیزان اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید، میتونید که از طریق شماره تلفنی که زیر نویس میشه، از طریق واتساپ و تلگرام سوال خودتان را برای از ما بفرستید و حتما ذکر بکنید که مرتبط به برنامه روشناست و نام کارشناس محترم خانم شرفه علیزاده را هم اگر بیارید که بسیار هم عالی. به ادامه گفتگی خودمون با کارشناس محترم میپردازیم. خانم علیزاده، شما در مورد طلاق صحبت میکنید و یک پدیده ای که همطور که فرمودید اخیرا نسبتا بیشتری پیدا کرده، حداقل از این لحاظ که بیشتر ثبت میشه به صورت رسمی و خانواده ها به صورت رسمی یا در دفترخانه ها ثبت شود، در دفترچه ها ثبت شود یا به صورت شرعی از همدیگه بیشتر طلاق میگیرن نسبت به گذشته. خب چیزی که وجود داره است که خب ما در گذشته خب این مسئله نبوده، یعنی رسما ثبت نمیکردن یا شرعا از هم جدا نمیشدن به خاطر مسئله که بین خانواده ها و عرف و عنعناتی که در کشور از ما وجود داره، ولی به این معنی نیست که مشکلات وجود نداشته، یعنی بسیاری مشکلات وجود داشته و حتی حل هم نمیشده، حل نشده باقی میمونده. خانواده ها
مادر پدر با هم هنوز همون مشکلات را کش کرده تا مثلا 70 سالگی 80 سالگی و میمردن و با همون ناراحتی و دلدیقی ها، فقط چون نمیتونستن از هم جدا شدن، جدا نمیشدن. ببینید طلاق یک واقعیت تلخ اجتماعی است، یک واقعیتی است و یک راهکاری که آخرین راهکار است، نه تنها ترین راهکار. متاسفانه گاهی وقتا خب مخصوصا در دنیای امروز و زندگی جوانترها که یک مقدار قدرت تحمل کمتر شده و استقامت و پایداری گذشته را نداره، متاسفانه فکر میکنه که هر گونه اختلاف نظر یا هر گونه جر و بحثی که بین زن و مرد صورت میگه تنها راه حلش اینه که طلاق بگیره، در حالی که گفتیم آخرین راه حل هست، نه تنها ترین راه حل. ما راه حل های بسیار زیاد رو در مخصوصا در بحث روانشناسی داریم که میتونه جلوگیری کنه از این پدیده شومی به نام طلاق. اگر دوستای عزیز متشالله بیننده ما باشد تا آخر قسمت های برنامه رو متوجه میشن که طلاق یک واقعیت تلخی است که بسیار آسیب های جدی و چه جسمی، چه لحاظ روانی، چه لحاظ عاطفی، چه لحاظ اجتماعی، چه لحاظ اقتصادی بر خود زن و مرد در درجه اول وارد میکنه و بعد از متوجه فرزندان اونها و تغییر آینده اونها میشه. چرا که طلاقی که زن و مرد میگیره متاسفانه میتونه آینده فرزندان اونها را تغییر بده و در درجه اول شخصیت اونها، روح و روان اونها را دچار تشنج و مشکلات و درگیری هایی بکنه. پس بنابراین دوستای عزیز توصیه میکنیم که با ما باشید و این برنامه را دنبال کنید تا متوجه آسیب ها و مضراتی که طلاق چی به فرد چی به جامعه و خانواده وارد میکنه حتما دنبال کنید و در نهایت ببینید که چگونه راه حلی میتونه باشه. ما خیلی راه حل های دیگر داریم، آموزش های اگر باشه که به این پدیده نرسه. من زد میخوام بینندگان عزیز و محترم همین الان این نکته را هم تاکید بکنم که برنامه ها از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی هم در دسترس است و برنامه ها را اگر هم روزهای چهارشنبه نتونستید که به صورت زنده ببینید، چون مسائل بسیار مهم مطرح میشه و مرتبط به خانواده هاست و ممکنه که حتی مسئله و معضل و چالش امروز بسیار خانواده ها باشه، انشاءالله برنامه را از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی ببینید، برنامه های آینده هم همینطور و از طریق آپارات و دیگه فضاهای مجازی مثل یوتیوب هم در خدمت شما هستیم و برنامه ها موجود هستند. خانم علیزاده، در مورد خب آثار طلاق انشاءالله در برنامه های آینده بیشتر قطعا با شما صحبت خواهیم کرد. ما میخواییم بیشتر در مورد علت ها و زمینه هایی که منجر به این مسئله میشه با هم صحبت بله بکنیم. انشاءالله در هر برنامه ما سعی میکنیم که در قسم اول در علت های طلاق مطرح کنیم و بعد از اون پیامت ها و در آخر راهکارها و راحل ها رو که انشاءالله با ما همراه باشه دوستای عزیز. و اما چون قسمت اول هست میخواییم که یک کلیاتی را در مورد مبحث مطرح کنیم تا دوستای عزیز دستشون بیاد که مطلب چی هست و بحث مورد نظر چی هست. خب میخواییم به انواع طلاق اشاره کنیم که همین طلاق چند نوع هست و چه قسم هست. ببینیم به یک دستبندی کلی که بکنیم، ما دو نوع طلاق داریم. یک طلاق قانونی، طلاق شرعی و عرفی یک جامعه که مختص هست به قوانین مدنی و جامعه و قوانین شرعی که جامعه داره و کشور داره متعلق به خودش و این طلاق ثبت میشه و این طلاق جز آمار گرفته میشه و این میگیم طلاق قانونی. خب مبحث این که آیا از لحاظ قانونی و شرعی طلاق چند نوع هست یک مبحث حقوقی هست که خب در حیطه تخصص بنده نیست. و اما یک نوع طلاق دیگر داریم که قبل از طلاق قانونی صورت میگیره و آمار نداره، اعلام نمیشه، جای ثبت نمیشه، به اون میگیم طلاق عاطفی. طلاق عاطفی بیشتر از دیدگاه روانشناسی مطرح میشه، این که چند نوع داره، چگونه است و چه قسم است و که میخواییم در این مورد گپ بزنیم و این مطلب را بحث باز کنیم. خب طلاق عاطفی چیه؟ زمانی که زن و مرد با هم زندگی میکنه زیر یک سقف، کنار بچه ها هستن، سر یک سفره هستن، ولی همدل نیستن.
ولی اللحاظ روابط عاطفی و روابط کلامی یا از بین رفته و یا بسیار به حداقل خود رسیده. خب این رقم زندگی ها ببینین جای ثبت نشده که به طلاق منجر شده. بله. کسی هم خبر نداره. فکر میکنم در کشور ما اگر هم طلاقی باشه احتمالا از یک قسم بیشتر. بله طلاق عموما ترجیح میدن که به صورت رسمی به صورت شرعی و از هم جدا نشون. بله. به خاطر حالا آسیب ها و آثاری دقیقاً یا به خاطر بچه ها تحمل میکنه یا به خاطر اون آسیب هایی که متوجه میشه بعد از طلاق و یا به خاطر اون سنت حاکم بر جامعه و اون عناناتی که قومی فرهنگی که وجود داره در جامعه فقط همدیگر تحمل میکنن و فقط به زندگی ادامه میدن بدون اینکه این ممکنه که اولاد هم داشته باشن. بله قطعاً مخصوصا با اولاد ها بیشتر این رقم طلاق است چون به خاطر اولاد ها سکوت میکنه و علنی اعلام نمیکنه که ما دوچار مشکل هستیم و معمولا طلاق عاطفی زمینه ایجادش این رقم است که وقتی که درگیری ها بحث ها جنگ ها دعوا ادامه پیدا میکنه چند سال طول میکشه و زن و مرد خسته میشه از دعوا کردن، از مشاجره کردن، از بحث کردن، از اینکه من این رقمم توی رقمی. وقتی خسته میشن کم کم سکوت انتخاب میکنن و کم کم همدیگه رو رها میکنن، به هم کاری ندارن، هر کس به دنیای خود است، مرد میره سر کار، زن میره مشغولیت خود با بچه و اطفال خود یا خودم کاری داره مشغولیت خود داره، نه او دو کار داره که تو چی کار میکنی، نه مرد زن کار داره که تو چی رنجی داری، چی خوشحالی داری، چی مشکلی داری، نه تقریبا همدیگر رو رها میکنن، هر کس به دنیای مخصوص به خود زندگی میکنه با دوستایی رو که دوست داره معاشرت میکنه. نه طلاق خانم علیزاده اتفاق بیفته فکر میکنم در کشور سنتی ما شد حتی برخ از خود حتی خانم یا مرد متوجه مثلا نشن که طرف مقابل من مرا رها کرده از لحاظ عاطفی، چون یک عنعنه‌ای وجود داره بین برخی از مردم از ما که زن و مرد عموما بسیار کم با هم گپ میزنن و وقت کمتری با هم صرف میکنن، به ویژه اگر که مثلا از قریجات باشن، این فهم از جوامع بسیار سنتی تر باشن، خانم هست خوب کار خود انجام میده، مردم فکر میکنه خب من زندگی خوبی دارم، خانم دارم، اولاد دارم، اینها ببینید اون تعلق عاطفی کم رنگ میشه. حتی اگر در جوامع ابتدایی روستایی هم که باشه شاید علی ظاهر ابراز احساسات کم رنگ باشه ولی اون تعلق خاطر هست، یعنی در نبود یکدیگر واقعا دلتنگ یکدیگر میشه، شاید به زبان نیاره، شاید ابراز نکنه، ولی قلبا میفهمه که من یک ساعت همسر خود ندیدم دلتنگ میشیم. ولی در طلاق عاطفی رقم نیست. خب زن میگه کاش این مرد من مسافرت برم یک ماه دو ماه نیاد من راحت ترم، یعنی دلتنگی رو نداره. این یعنی دچار طلاق عاطفی شده. یا اینکه مرد میگه کاش این زن من برای خانه مادر خود هم تا یک سال نیاد هیچ مقامیشو ندارم. خب ببینید یعنی چه دلتنگ نمیشه. باز این نکته هم تاکید بکنیم که وقتی من از طلاق عاطفی ما گپ میزنیم کاملا متفاوت با طلاق شرعی، یعنی اینا از لحاظ شرعی و قانونی زن شوهر هستن، زن شوهر هستن دقیقاً، ولی از لحاظ روحی با هم فاصله. بله دقیقاً. من یک موردی باز بزنم، راست یک خانومی بود چند وقت پیش یک کلیپ در اینترنت نگاه کردم از یک از کشورهای همسایه بود، خانمی مسلمی بود، ازش پرسان کردن که مثلا چی میکنی اینها، گفت مثلا شوهرم فوت کرده، بعد گفت تو ناراحت هستی، بعد خندید گفت نه چرا ناراحت باشم، فوت کرد راحت شدم. یعنی این نشان دهنده است که خب بالاخره اینها در کنار هم زندگی کردن سالهای سال و پا به سن هم گذاشتن. ولی رابطهشون رقم است که انمی نفر که نبودی تازه احساس میکنه که راحت. و حتی در جامعه خودمون هم که شما دیده باشین که خیلی از پدر کلان ها مادر کلان ها رو میبینین که بسیار از همدیگر سرد است. بله بله. بعد جدا هست، یکی خانه پسر خود زندگی میکنه، یکی خانه دختر خود زندگی میکنه، این تعلق خاطر یا دغدغه ندارن. چیزی که اینها رو پیوندش رو نگه داشتن فقط هم اولاد هست دقیقا. بله. این هاست. آره همین هاست. یک میان برنامه خواهم از روزم ببینیم بینندگان عزیز و محترم، بعد از میان برنامه برمیگردیم. Oh.
سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم. برنامه خودتان، برنامه زنده روشناس، و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم امروز، خانم شریفه علیزاده، با موضوع طلاق و طلاق عاطفی که یک مسئله شاید نسبتا فراگیر بین خانواده ها میشه. بله، بسیار فراگیر است. طوری که خانم جان میگن که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق عاطفی میشه. متاسفانه. ببینیم متاسفانه هست. اینی که واقعا اون زن و مردی که باید یک لحظه بدون هم دیگه تحمل نکنن و باید انقدر وابستگی مایه آرامش آرامش دیگر باشن، متاسفانه چی میشه که از هم دیگر سرد میشه و متاسفانه نسبت به هم تعلق خاطر پیدا نمیکنه. همین طلاق عاطفی است که خب دوستان خواهش میکنم یک چیزی که به ذهنم رسید، چون طلاق عاطفی هم تو شما فرمودید، خب یک طلاق است که ثبت نمیشه، رسمی هم نیست و چیزی نیست که ما به صورت عرفی او را طلاق بتانیم بگوییم. بله. ولی خب یک چیزی است که از لحاظ روحی در خانواده اتفاق میفته، یک جدایی روحی است بین زن و مرد. شاید ما مواردی رو ببینیم که مثلا یک زوج جوان میخوان طلاق بگیرن، بقیه میگن شما سعی کنید فلان خانواده رو نگاه کنید که فلان یک چقدر هم مشکل دارن، با هم سازگار هم نیستن، ولی خب 40 سال است با هم زندگی میکنن. نمیفهمیم که اینها در واقع طلاق عاطفی گرفتن. بله. در واقع از لحاظ روحی از هم دیگه جدا شدن، مرد راه خودم میره، زن همراه خوده، فقط چیزی است که در خانه با هم هستن به خاطر اولادایشون. بله. یا به خاطر مسائلی که وجود داره. آیا واقعیت هست که آسیب هایی که طلاق عاطفی ممکنه داشته باشه بسیار کمتر است؟ خب بسیار از خانواده هم گپ میزنن، میگن من به خاطر اولادایم جدا نمیشم. بله. هر چقدر هم مشکل داشته باشم من میمونم، بان که اولادا کلان شب ان شاء الله هر کدوم پس وقت خودشان برن ازدواج بکنن، باز بعد از او که باز از سنشون میگذره و دیگه این کار هم باز نمی کنن و همچنان این روند را ادامه میدن. آیا آسیباش کمتر است؟ آثاری که طلاق عاطفی داره به مراتب کمتر از طلاق رسمی هست. چرا که در طلاق رسمی فرزندان رها میشه و او پناهگاه عاطفی خانواده از هم پاشیده میشه و فرزندان یا با کنار پدر زندگی میکنه یا کنار مادر زندگی میکنه و اون نبود پدر یا مادر رو با تمام وجود حس میکنه و متاسفانه در جامعه هم دچار مزلات اجتماعی مثل اعتیاد راه آوردن به مواد مخدر، راه آوردن به الکل، راه آوردن به گروه هایی که مزلات اجتماعی ایجاد میکنه میشه. ولی در طلاق عاطفی چون خانواده هست، چون پناهگاه امن خانواده از بین نرفته و به هر قسمه به هر صورتی که هست بالاخره زیر یک سقف زندگی میکنه، شبها کنار هم دیگر جمع میشه، سر یک سفره غذا میخوره و به همین خاطر خب عوارض و آسیب های اجتماعی کمتری داره، ولی آسیب های روحی و روانی مخصوص به خودت داره. به ویژه برای زن و مرد که خب زن و مرد مخصوص اصلی قضیه است و اطفال. اطفالی که در این رقم خانواده هستن معمولا اون شادابی و سرزندگی لازم رو ندارن. معمولا کودکانی هستن که یا بسیار کم حرف و منزوی خجالتی هستن و یا اینکه اعتماد به نفس ضعیف تری دارن، چون مدام شاهد درگیری و نزاع پدر مادر خود هستن و گاهی وقتها این ترس هایی که در درون کودکان نهفته میشه که مبادا پدر و مادرم از هم دیگر جدا شود، چون معمولا خب به این خود تهدیدم میکنه که من جدا میشم یا و یا اینکه من فقط به خاطر می اولاد هست که طور تحمل میکنم، اگر اولاد نباشم من هیچ یک سال پیشستو نمیمانم و این منجر میشه که این دلهوره و این ترس و این استراب در کودکان رخ نکنه و اونها هر لحظه فکر کنه که نکنه که نوروز از هم جدا شدن. علزاده من به خاطر میگه که همیشه وقتی که با اولاد خودش با دخترک خودش گپ میزد میگفت من فقط به خاطر توست که با پدرت ماندم. بله. و دخترش رو تحقیر میکرد، تو اگر که تو خاکستر نبودی من الان در خانه پدرم رفتم. بله. خب ببینی اگر شاید این بر فرزند رها نشده ولی قطعا از لحاظ روحی و روانی دچار مشکلات میشه و او سلامت روانی لازم را نخواهد داشت. و اینکه طلاق عاطفی هم خود چند نوع داره. بله، همونطور که طلاق قانونی و رسمی در یک جامعه چند رقم داره با توجه به قوانین مدنی و شرعی یک جامعه، طلاق عاطفی هم چند رقم داره. یک از اونها میتونه طلاق اقتصادی باشه، وقتی که مرد زن رها میکنه، هیچ نفقه به او پرداخت نمیکنه و یا میگه که باید خودت خزینه زندگی خودت مخارج خودت تامین کنی و اینکه وقتی وسیله در خانه خریدن میشه زن میگه این مال من است، مرد میگه این مال من است، تو حق نداری به این فرش من خریدم مثلا
یا ای فلان لباس یا ای فلان وسیله خانه را من خریدم فرق نداره ده او دست بزنی. وقتی من میشه در خانوادی و هر کس لحاظ اقتصادی جدا از یکدیگر زندگی میکنه، در اصل این میشه یک نوع طلاق اقتصادی، یعنی اینکه مرد لحاظ مالی زن را تامین نمیکنه، زن رها میشه، و یا اینکه زن لحاظ مالی کمک خرجی به خانواده نمیکنه و بله خودش برای شرعی امکانش چیزی نیست و نباید. بله لحاظ شرعی گفتیم بحث مباحث شرعی رو نداریم در تخصص من، ولی خب لحاظ عاطفی و روانی که صابونی طلاق اقتصادی یک نوع طلاق عاطفی است. و یا اینکه طلاق اجتماعی، خب چی رقم زن و مرد با هم زندگی میکنه و اختلافی که دارم سر اقوام و خیشان و خانواده و مخصوصا پدر و مادر قطع رابطه میکنه. مثلا میگه یک عروسی که بعد از سالها جنگ و درگیری و حرف شنیدن با خانواده شوهر خود قطع رابطه میکنه و میگه من هرگز پای خود خانه مادرتون نمیگذارم. و مرد هم متقابلا همین جبهه رو میگیره و میگه من هرگز پای خودم خانه مادرتون نمیگذاریم. و دو جبهه متفاوت در خانواده تشکیل میشه، فامیل شوهر فامیل زن، این خانه اون نمیره اون خانه اون نمیره، به این خاطر که اینها از همدیگر طلاق اجتماعی گرفتن. یعنی هر نوع مراسمی میشه، محفلی میشه، خب زن شرکت نمیکنه در فامیلی شوهر خود، و یا برعکس از او بازر کنه محفل و خب دعوتی میشه یا مراسمی که میشه باز اون مرد شرکت نمیکنه به خاطر مقابله و مثل کنه در قسمت فامیلی خانم خود. این اتفاقی که میفته خانم الزده، خب بالاخره بین یک مرد با فامیل همسرش است نه بله. با خود همسر بله. یا به خاطر مشکلی با همسر داره، خب با فامیل همسر بازی مشکل ایجاد میکنه، چون که یعنی اون زن نشانه طلاق عاطفی باشه. بله، این یک نوع طلاق عاطفی است که گاهی همین طلاق های عاطفی منجر به طلاق رسمی میشه. ما گفتیم طلاق عاطفی جایی ثبت نمیشه، آمار نداره، ولی میتونه زمینه ساز طلاق رسمی باشه. یک زن و مرد به هم راحتی نمیره شروع رسما طلاق بگیره، حتما قبل از طلاق عاطفی صورت گرفته. چه نوع طلاق عاطفی؟ خب گفتیم انواعش، میتونه اجتماعی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه عاطفی باشه، روانی باشه که لحاظ روانی یکدیگر رو رها میکنه، و حتی میتونه تقوالدی باشه به این قسمت که مثلا مادر با یک با اولادای خود با پسرای خود یک جبهه تشکیل میده، و یا پدر با دخترای خود یک جبهه تشکیل میده، و هر کس توی خانواده طرف یکی طرف مادر میگیره، یکی طرف پدر میگیره. خب این رقم هم باز یک نوع نزاع خانوادگی صورت میگیره که هر کدام به جبهه یک جبهه است و هر درگیری بین خود ایجاد میکنه، و این هم یک نوع طلاق عاطفی است که همین چیزهای جزئی شما میفهمید. من احساس میکنم شاید مثلا نشانه ها یا میشه آثار و عوارض طلاق عاطفی در خانواده باشه، و در حالا چه خانواده هسته خانواده اصلی که در خود زن و شوهر دارن و چه خانواده بزرگتر که شامل اقوام و فامیلان هم متاسفانه رواج داره. و اینکه چی میشه که خانواده دچار طلاق عاطفی میشه و چی راهکار میتونه داشته باشن که خدمت شما هستم، که عامل مهمی نداشتن آموزش است. آموزش هایی که قبل از ازدواج یک زن و یک مرد باید داشته باشه، اینه که به اون رشد فکری، به اون رشد عاطفی، به اون بلوغ فکری رسیده باشه. ما یک وقت یک رشد قانونی و سنی داریم، یک وقت یک رشد فکری داریم. خیلی از وقتا بچهای ما چی پسر و دختر گاهی وقتا به رشد قانونی میرسن و ما بله. میگیم خب لحاظ قانونی بچه مکلون شده و لازم است که برای یک همسر انتخاب کنه، در حالی که لحاظ فکری به این رشد نرسیده. و یا گاهی دختر ما فکر میکنیم که لحاظ رشد قانونی خب به یه حد رسیده که تشکیل زندگی بده، در حالی که لحاظ عاطفی هنوز ناپخته است، لحاظ عقلی هنوز ناپخته است. و این رو ما باید به عنوان پدر و مادر متوجه باشیم که آیا فرزندان ما چی پسر و دختر آیا آمادگی شروع یک زندگی مشترک رو دارن یا نه. چون گفتیم زندگی مشترک در سایه تفاهم است. اگر خودخواهی باشد، اگر تنوع طلبی باشد، اگر هر کس طرف خود بگه، اگر غرور باشد، اگر کسی که باشد که بگه فقط حق طرف ماست، خب این قطعا این رقم آدم ها اگر این خوی خصلت ها را داشته باشن نمیتونن در یک زندگی مشترک تفاهم را ایجاد کنن. پس زندگی مشترک باید علاوه بر اینکه حالا به رشد شرعی زن یا مرد رسیده، به رشد جسمی هم رسیده، بله، باید رشد عاطفی هم بله.
داشته باشه، رشد عقلی هم بله. داشته باشه. وقتی میگم رشد عاطفی من اون همپذیری. ببینید وقتی یک کسی انقدر خودخواه هست که نمیتواند با دو نفر کنار بیاد، چجوری میتواند در زندگی مشترک یک عمر با یک نفر کنار بیاد؟ باید دختر من، پسر من یاد بگیره، باید من مادر، من پدر به اولاد خود یاد بدم که همه چیز نمیتونه متعلق به تو باشه. تو باید در بعضی خواستای خود به نفع دیگران بگذری، به نفع زندگی، به خاطر یک خواسته بزرگتر که بله. آرامش خانواده باشه. بله. ما باید از خواستهای شخصی و کوچکتر بله. خودمون هم بگذریم. یک چیزی که باز وجود داره، شاید تصور ما باشه و اشتباه باشه، نمیفهمم، ایست که عموما ما دخترهای ما را چون میفهمیم که میخوای که ازدواج کنه، بالاخره مادر یک خانواده باشه، همسر یک نفر باشه، خوب سعی میکنیم که آموزش بدیم، به ویژه مادرها وقت میذارن بله. تربیت میکنن، در مورد مسائل مختلف صحبت میکنن با دختر خودشون، ولی باز بچه ها را فکر میکنیم اما قدر که بروشت اقتصادی برسه، کمکش کنیم که یک کار داشته باشه، درآمد و معاشی داشته باشه، کفایت میکنه. بله. یعنی خانواده هایی داریم که خانوم چون آموزش هایی دیده سعی میکنه، تلاش میکنه که کانون خانواده را حفظ بکنه. بله. ولی مرد متاسفانه و اشکال از خودش هم نیست، آموزش ندیده، به این رشد نرسیده، نمیفهمه که چی رفتاری داشته باشه، کم کم دچار فرسودگی میشه خانوم هم و کنار میکشه. بله. منجر به همین طلاق عاطفی که شما فهمیدین میشه. بله. حد یک دقیقه ببینید خانوم ها بردباری بیشتری درسته. دارن و قدرت تحملشون بالاتر است و تاباوری بیشتری دارن و به خاطر همین است که وقتی وارد زندگی مشترک میشه تمام تلاش خود برای حفظ زندگی داره و ما خیلی وقتا میبینیم اگر مرد از لحاظ اقتصادی مشکل داره، زن به کمک او میشه تا به وسایل میکنه با یک کار کردن جزئی اگه شده کمک خانواده باشه، برای کم خرج کردن، چشم پوشی کردن از خواستهای خود سعی میکنه که خانواده را حفظ کنه و اگر تندی و خشونت اخلاقی داره با سعی میکنه با مهربانی خود، با صبر و بردباری خود تحمل کنه و سعی میکنه که تغییر بده زندگی را. اما تا که چه رقم اگر مرد متوجه نشه که زن ما به خاطر حفظ زندگی داره از خودگذشتگی میکنه، داره کوتاه میه و به خاطر تفاهمی که در زندگی ایجاد باید شوه از یک سری حقوق خود میگذره، باید اگر مرد متوجه نباشه، خب این وقتی که زمان میگذره کم کم فاصله ها بیشتر میشه، دل سرد میشه و منجر میشه به طلاق عاطفی، چون زن میگه من هر چی تلاش کردم، هر چی سعی کردم، مردی من نفهمید، مگر کوتاه آمدم از لحاظ اقتصادی، اگر چشم پوشی کردم، اگر قناعت کردم، اگر تحمل کردم اخلاق زیره، این نفهمید. ببینید وقتی میگه نفهمید کم کم این رها میشه، میگه خب پس رها میشه، جدا میشه، یعنی چی؟ طلاق عاطفی صورت میگیره. درست است. و البته خب طرف مقابل هم ممکنه وجود داشته باشه، یعنی مردی باشه که تمام تلاش کنه و خانم بشه. بالعکس هم وجود داشته. بسیار تشکر. بسیار استفاده. انشالله در ادامه برنامه. انشالله حتما قطعا بینندگان عزیز و محترم اگه بصره مفید میبینید انشالله برای ما پیام بگذارید، نظرات خودتون رو بفرستید، برای ما های دره هم از دست ندید، به همراهی کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم، در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم